شب که خوابیدم از بس که فکرم مشغول این بازی بزرگ بود و اینکه به چه مسئله فرهنگی مربوطه، خواب هم مربوط به اون شده بود. مربوط به موسیقی نبود، مربوط به هنرهای نمایشی نبود، مربوط به لباسشون نبود، نکنه مربوط فرهنگ غذاییشون بوده. ما انواع غذاهاشو دیده بودیم تو این سفر، دیده بودیم که مردم از برنج و سویا و عدس و لوبیا و حتی پودر کاساوا خوب استفاده میکنن و فت و فلافل. پودر کاساوا همون کاساوا است که تو اوگاندا گیاهشو دیده بودیم، ریشهشو. نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، همون گیاه با همون اسم دقیقا تو برزیل شناخته میشه. پودر زرد رنگ متمایل به سفید و کنار غذاشون میریزن میخورن. البته بیمزه هم هست به ذائقه ما، ولی تقریبا تو اکثر غذاشون هست. یا غذاهای ساندویچی کوچیک و بزرگ که خیلی تو بیزی الان مرسوم شده، مثل ایران که فست فود زاید شده، اونجا هم خیلی زیاد رایج شده. هر به اونام که نمیشد، هر به نوشیدنی هاشون، نوشابه های گوارانا، نوشیدنی مثل درخت آسایی، نوشابه آسایش، هیچ کدوم اینا نبود. از خواب بیدار شدم و نمیدونم، شاید هم گرسنه‌ام بود که همش خواب غذا میدیدم، ولی هرچی بود مربوط به اونا نبود. رفتم به صبحانه و در نهایت اونجا وقتی که همه دوستان به هم ملحق شدیم، گفتم که نکنه که این مربوط به فرهنگ بیزی تو قسمت های دیگرش باشه. راهی قسمت های مختلفی شدیم. یه قسمت بود در کنار استادیوم بزرگ ریو، استادیوم فوتبالشون، که پارکی بود که یک سمت اونم باغ وحش بود. به اونجا رفتیم و من و سعید اونجا نشسته بودیم که دیدیم یک گروهی دارن برای یک نمایش ورزشی آماده میشن. موضوعی بود که تمرینشون سعید بود که دخترها بعد میپریدن بالا و روی دست یا روی شونه یه نفر دیگه خودشونو میتونستن تعادلشون رو حفظ کنن. این یک تمرین ورزشی و همزمان با ظرافت و دقت باید باشه. میدیدم که خیلی هم میرم بالا و میفتم پایین و این کار باها و باها تکرار شد. بعضیشون تعدادشون نمیتونستن حس بکنن ولی خسته نمیشدن. یاد جمله معروفی از جکی جان افتادم توی فیلم کاراته باز که میگه که مهم نیست چند بار به زمین میخوری، مهم اینه که هر بار بلند شی و دوباره سرپا بیستی. واقعا هم همین بود، اونا واقعا همین گونه اقدام میکردن. و یک چیز دیگه برام جالب بود، یاد کتاب افتادم که در اون اشاره میکنه که هر کاری رو انسان بخواد شروع کنه باید 10,000 ساعت براش وقت بذاره. 10,000 ساعت یعنی چی؟ یعنی اگه شما میخوای خیلی راننده خوب باشی، قاطعا باید 10,000 ساعت رانندگی کرده باشی که بتونی همچین بینش برسی. اگه میخوای یک کارخانه دار بشی، باید 10,000 ساعت براش وقت در نظر بگیری. تو هر کاری که فکر میکنی میخوای شروع کنی و میخوای ایدئال باشی، باید اینقدر وقت بذاری. من که همه ما پزشکا برای پزشکیمون حداقل 10,000 ساعت وقت گذاشتیم، برای تخصصمون 10,000 ساعت وقت گذاشتیم، برای کلینیک کار میخواستم شروع کنم 10,000 ساعت وقت گذاشتم تا اون کلینیک پا بگیره. الانم میخوام به زبان انگلیسیم 10,000 ساعت وقت بذارم، چون باور دارم که هیچ کاری زودتر از 10,000 ساعت به نقطه اوجش نمیسه. شما مگه کار خواستین شروع کنین، بسم الله، فقط روز اول باید برای 10,000 ساعت وقت گذاشتن رون کار خودتون آماده کنین. فکر نکنین با 200-300 ساعت میتونین موفق بشین تو کار. و بعد دیدیم که یک گروه دیگه هم یک نمایش سنتی اجرا میکردن. لباس های شبیه تزیین خونه ما، شمشیر داشتن و صلیب به گردن داشتن و یک حالت تئاتر خیابانی داشتش. و خب البته نشون میداد که تئاتر خیابانی هم در بعضی در خودش جایگاهی داره، ولی جواب سوال ما در این قصه هم نبود. بعد یه فکر اساسی دیگه بکنیم. سعید بزن بریم.